سوسنی که من هنوز دوستش دارم، نمیتونم فراموشش بکنم، نمیتونم فراموشش کنم، نمیتونم سوسن رو فراموشش کنم. بشین بسرم، فارس بابا برو بیرون. برو بیرون. من آقای فوزی رو تعوض کردم. میدونم اینجا برای توه، ولی من با یه آدم مسکی داره چرت و پرت میگه اینجا نمیشینم. برو بیرون بابا، لطفا بیا بریم بیرون. من که دعوتم و دعوت رو قبول کردم، مگه نه سوسن خانم؟ خب تو بهشون بگو. خدای بزرگ پدرتو ببر بیرون، تایی برای سرش نیاوردم. زود باش از اینجا ببرش بیرون. بابا خب برای چی؟ من اینجا خاطره های خیلی خوبی دارم، تو باید بری بیرون از اینجا. برو بابا، از اینجا بیرون. برو بیرون، همین الان باید از اینجا بری بیرون. زود باش برو بیرون، حفظ نباشه. از اینجا باید بری بیرون. بابا خجالت بکش، پدر من مریضه، حق نداری باش این کارو بکنی، تو دیوونه ای. من دیوونم؟ شما پس چی هستین؟ طبیعی؟ تو چت شده فارس؟ چرا انقدر عصبی؟ فارس توقع نداشت آقای فوزی رو اینجا ببینه، ولی ما به همه مهمونامون احترام میذاریم. بدون استثنا اهل روستا رو دعوت کردم، لطفا آروم باشی. بابا تو آدم وقیه یسما، آدم وقیه. مست اومده اینجا داره راجب مادرم حرف میزنه، خجالت بکشید دیگه. شما چی هستی؟ خانوادگی مجرمید؟ یه خانواده سنگدل و بی‌رحمید، آدم میکشید و با جنازش راه میرید؟ صبح مادرتون رو دفن میکنید، شب رقص و شادی و جشن به پا میکنید؟ خانواده بی احساس. بس دیگه. نه بس نیست، من باید ازت تشکر کنم، باید ازت تشکر کنم یسما خانم. از طرف خودم و تمام افراد خانواده‌ام میخوام ازت تشکر بکنم. ممنونم که به ما گفتید ما رو میبخشید. واقعا نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم. در حق ما لطف کردید، خجالتمون دادی. ممنونم که ما رو بخشیدین، چون ما رو کشتین. از لطفتون و انسانیتتون ممنونم. بسته بسته، من دیگه میرم. بهتر برو به سلامت. بابا باعث خجالتمه با تو توی اینجا بشینم، مخصوصا تو اینجا. آقایون آروم باشید، تو اصلا تو این داستان دخالت نکن. بسته از کل این داستان بیا بیرون. خواهش میکنم آروم باشید آقای فوزی، بیایید داخل. ببرینش تو ماشینش تا بشینش نیفتادم. بیا بریم، زود باش. بسته دیگه، خواهش میکنم بیایید بریم داخل. به خاطر من یه نفسی بگیریم، بعدش با هم صحبت میکنیم، به خاطر تمام کارهایی که کردی. لطفا احسان، بریم یه جای دیگه شام بخوریم. باشه. یمنا بابا رو میرسونم. خیلی خوب میشه، خدا به همراهتون. واقعا دیگه باید بریم. بریم. بهتره دیگه اینجا نیاین، اصلا ازتون استقبال نمیشه. بهای توهینای امشب تو بهت نشون میدم. منتظرم جوابشو ببینم. همیشه من مقصرم، انگار من مس کردم نه پدرت.